ائتلاف عربی با شکنجه زندانیان شهروندان یمنی بر وخامت اوضاع یمن افزوده است. سازمان جهانی نفی خشونت مسلمان آزاده با صدور بیانیه‌ای ضمن اشاره به جنایت‌های ادامه‌دار ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی ضمن محکوم کردن این اقدامات خواستار توقف آنها شده و مسئولیت قانونی آن را متوجه سازمان ملل متحد دانست. در بیانیه سازمان جهانی نفی خشونت که نسخه از آن برای شیعه ویوز ارسال شده است آمده، ما گزارش های موثقی از نهادهای مستقل قانونی حقوقی دریافت کردیم که بر اساس این گزارش ها ائتلاف عربی سیاست های خشونت آمیزی را در میان ملت یمن در پیش گرفته و با شکنجه شهروندان یمنی و رفتارهای ضد انسانی در زندانهای مخوف خود بر عمیق‌تر شدن مشکلات فتنه ایجاد شده در این کشور دامن می‌زند. مسلمان آزاده که دفتر اصلی آن در واشنگتن واقع شده با اشاره به زندانی مخفی که به صورت مشترک توسط نظامیان امارات و آمریکا اداره می شود افزود، بر اساس گزارش های به دست آمده امارات که بخش بزرگی از ائتلاف عربی را تشکیل می دهد اقدام به شکنجه و بازداشت افراد کرده و به برافروخته شدن آتش جنگ داخلی میان گروه های مختلف یمنی کمک می کند. این بیانیه ادامه داد: در این زندان ها تمامی قوانین جنگی نقض می شوند و نظامیان حاضر در این زندان ها شهروندان یمنی را تحت انواع شکنجه های فیزیکی و روانی قرار داده و هیچ مانعی برای متوقف نمودن اعمال غیر انسانی آنها وجود ندارد. به همین جهت لازم است که مدعیان حقوق بشر در سطح جهانی هرچه سریعتر این وضعیت را تغییر دهند. سازمان جهانی نفی خشونت افزود: ما بر ضرورت تحقیق شفاف و علنی از سوی سازمان ملل متحد تاکید داریم تا شبهه ها و ابهامات این جنایات روشن شده و آمران و عاملان آنها تحت تعقیب قرار گیرند. مسلمان آزاده در پایان این بیانیه مسئولیت قانونی و اخلاقی جنایاتی که در حق مردم ستم دیده یمن روا داشته می شود را بر عهده سازمان ملل متحد دانست و از این سازمان بین المللی خواست تا از اهرم‌های خود برای حل این بحران‌ها استفاده نماید.